تصاویر وایرالی ناشی از جنگ در اوکراین برای الکس مراز که در اودیسه تولد شده است غم انگیز است. او مدیر برنامه دکتران شفاخانه لنگون مربوطه دانشگاه نیویورک است. I grew up there. من در آنجا بزرگ شدم و بعداً به آمریکا برای تحصیل آمدم، زندگی خود را ساختم و یک آمریکایی شدم. اما پس از مدت‌ها احساس می‌کنم هرگز کشور را ترک نکرده‌ام. دکتر مروز پس از آنکه آگاه شد سیستم مراقبت صحی اوکراین در وضعیت ناگوار قرار گرفته است، برنامه آموزش اعضای مصنوعی بدن را در مرکز صحی لنگونش دانشگاه نیویورک برای دکتران اوکراینی آغاز کرد. بخشی که دکتران با نشد ضرورت با آموزش داشتند تا افراد را در میدان جنگ با جراحاتشان تداوی کند. در این آموزش دو هفتهی برای دکتران اوکراینی تمرکز اصلی روی از دست دادن اعضای مصنوعی، مراحل صحتیابی و رسیدگی به شکستگی های پیچیده صورت می گیرد. به خاطر که متاسفانه در جراحات معاصر ناشی از انفجارها ما شاهد مریضان زیادی هستیم که اعضای بدنشان را از دست می دهند. این پروگرام را یک نهاد غیر انتفاعی کمک مالی می کند و هدف آن آوردن دکتران مجرب اوکراینی و شهر نیویورک است تا مهارت های را یاد بگیرند که در کشور خود از آن استفاده کنند. والنتینا ساویچ، دکتر اوکراینی، یکی از 3 نفر است که در این دوره آموزشی شرکت نموده است. دکتران مجرب اوکراینی یاد می گیرند که چگونه با اعضای مصنوعی بدن که در اوکراین با آن نیاز شدید است کار کنند. بسیاری از شکستگی ها، انواع مختلف شکستگی ها و جراحات هستند که پیش از این ندیده بودم. میخواستم در این بخش یک کمی تجربه بگیرم و بدانم که چگونه آن را تداوی کنم. ساویچ میگوید این برنامه چشمان را گشوده است و راههای جدید برای تداوی سربازان و مریضان را که از تهاجم روسیه بر اوکراین آسیب دیدن یاد گرفته است. تا 2 هفته دکتران مسلکی بازدید کننده نه تنها در مورد بایوتکنولوژی برای ساختن دست و پای مصنوعی یاد میگیرند، بلکه برای کمک به افراد زخمی که به خاطر جریان جنگ در کشورشان با مشکلات روانی روبرو هستند نیز آموزش میبینند. واقعا برایم یک تجربه عالی است، به خاطر که من با یک مریض کار میکنم و او در جنگ دست و پای خود را از دست داده است. من در دانشگاه این کار را یاد نگرفته بودم. به همین خاطر کوشش کردم هر نوع منابع معلوماتی را برای بهبود کار و دانش خود پیدا کنم. ساویچ و مراز به این باور هستند که این برنامه یکی از راههایی است که آنها می توانند توسط آن و کشور دوست داشتنی خود کمک کنند. احساسم را نمی توانم بیان کنم، به خاطر که اینجا مانند یک جای پر از صمیمیت است. هر کس برای پیشرفت مسلکی خود بهترین تلاش را می کند و مردم اینجا تا حد باور نکردنی خوب هستند. هر دو دکتر با آنکه در جهت‌های مخالف بحر اتلانتیک زندگی می‌کنند، به این باور هستند که اوکراین به سوی روزهای بهتر و پیش می‌رود. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.